افغانستان کشوری است سرشار از منابع و فرصت‌های تجارتی که به باور آگاهان اقتصادی قابلیت این را دارد که چهارراه ترانزیتی اقتصادی و تجارتی منطقه و حتی گاه جهان شود. امارت اسلامی هم با توجه به این اهم کوشیده است سیاست کلی به ویژه خارجی اش را اقتصاد محور اعلام کند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان که دهه هاست حضور و فعالیت دارد، هرچند غیر دولتی و انتفاع خوانده می شود، اما همواره پل میان دولت و سازمان های تجارتی و چتری برای تجار داخلی و شرکت های خارجی بوده است. این اتاق طی هفته های اخیر فعالیت هایی داشته است، از جمله سفرهای به برخی کشورها همچون چین و روسیه و میزبانی از تجار و نمایندگان برخی کشورها از جمله سفیر ژاپن و نمایندگان شرکت داروپخش ایران. سلام و شامتان بخیر. شما بیننده آماج از شبکه جهانی یک با میزبانی من رشاد زریر هستید و مهمانم در این برنامه جناب آقای محمد یونس مهمند، معاون اول و سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هستند که در این برنامه به دنبال پاسخهای پرسشهای از این دست خواهیم گشت که وضعیت تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان چگونه است، رابطه تجارتی ما با منطقه و جهان چی است، آینده تجارت افغانستان چی است و چه راهها و برنامه های وجود دارد و اصلا اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان چه ها کرده و چه می کند. جناب آقای مهمند، ممنون از حضورتان و بیایید از این آغاز کنیم که وضعیت تجارت و سرمایه گذاری افغانستان چطور ارزیابی میشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در هر صدام مخ خپل نیکی هلی سلامونه تاسو ته او تاسو د تلویزیون محترم و کارکونکو ته او درنو لیدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې درنو لیدونکو ښه ماښام پیل کړی وي، د ټولو لیدونکو یې ماښام په خیر. تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان د سوداګرۍ خونه تقریبا د اضافه در نوي کالو په سابقه سره په افغانستان کې فعالیت لري او د منطقې او د جهان د ټولو تقدیراتو سره یو ډېر ښه ارتباط لري. الیزا، تاسو ته باید ووایم چې اوسنی وضعیت د تجارت پس له 240 کاله د افغانستان د جنګ د تیرېدو څخه د افغانستان اوسنی تجارت د ټولې دنیا سره خپل تجارتي اړیکې لرو. هیڅ ملک نشته چې دغه ته د افغانستان صادرات نشته او هیڅ داسې ملک نشته چې دغه سره موږ واردات نه لرو. تجارتي اړیکې په منطقه کې هم ښه دي. نوي قراردادونه په منطقي ډول لکه د ازبکستان سره، ازبکستان د صدراعظم را تک او د محترم مجیب الله صاحب برادر خون تک هلته دا په منطقه کې افغانانو ته او منطقې ته د یو ښه تجارت او کنیکټینګ منطقوي زیری ورکوي. هغه په دې لحاظ چې افغانستان هم په یو اساسه نقطه کې پروت دی او ازبکستان هم دغه با توجه به همه اینا قابل رضایت هست وضعیت؟ ما میایم سرشان. په منطقه کې ازبکستان او افغانستان دواړه په یو اساسه منطقه کې پراته دي. د دې ترمنځ نوی تجارتي ایګرمنټ یا تجارتي قرارداد موږ کولی سو چې آسیایي میانه جمع روسیه جمع چین د جنوبي آسیا سره ومشلو او مرکزی آسیا په مجموع کې ازبکستان کولی سي چې افغانستان هم د 2 بلیونو پاپولیشن سره چې په هغې کې چین روسیه او مرکزی آسیا شامله ده درست کنیکټینګ ورکړي. لهذا دا یو مهم قرارداد و او هلته په ترمیز کې یو تجارتي بازار خلاصول د چین سره ارتباطات درلودل دا زموږ دپاره ډیره مهمه منطقوي تجارت. ولې دا چې افغانستان 240 کاله جنګ تیر کړی دی او افغانستان درده اوسه پورې د افغانستان پر بانکي سیستم باندې تعذیرات دي، د افغانستان پیسې منجمد دي. نو لهذا موږ داسې ویلی سو چې زموږ 80% مشکل په افغانستان کې حل دی او 20% مشکل زموږ خارجي دي. خارجان جمع ملل متحد باید د افغانستان د پیسو په خلاصون کې خپلې هلې ځلې او کوشش وکړي او د افغانستان د حکومت په رسپېژندنه کې باید ګړندي ګامونه واخیستل سي. مبیې عقیده سوم کې تجارت منطقوي به افغانستان پیلن د حالت ګسترش هستند
مردم به خاطر سرمایه گذاری در افغانستان مراجعه دارن. همی هفته پیش ما تقریبا سوپرکولا یک شعبه جدید در کابل که تقریبا در حدود اضافه 100 میلیون دلار سرمایه گذاری استن، فابریکه جدید را اینجا جور میکنه به خاطر سهولت به مردم، به خاطر کار پیدا کردن به مردم که کارش هم میستودن. ولی درست جناب آقای محمد، روی اینا دوست دارم عمیق‌تر بحث کنیم. اول بید از سفرهایی که اخیراً داشتید بگویید که سفر به روسیه چه بود، سفر به چین و دیدارتان با تجار و سرمایه گذاران به چه نتیجه رسید و چه پیامدهایی داشت؟ څنګه چې تاسو معلومه ده، د افغانستان د سوداګری خونه کوشش کوي چې په سیمه کې او په دنیا کې د خپلو همکارانو، تجارتي همکارانو سره خپل مناسبات ټینګ کړي. د روسیې کنفرانس، د ولادیواستوک کنفرانس، ولادیواستوک یک شهر به اصطلاح تجارتي و دریایی روسیه هستن که 2 ساعت با چین، 2 ساعت با ژاپن و 2.5 ساعت با کره جنوبی وصل هستن. ما میتونیم که از این طریق هم صادرات داشته باشیم به ژاپن، به کوریا، به چین و هم از اون طریق واردات داشته باشیم. لذا دلچسپی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان بود که باید امرای اتاق تجارت ولادیواستوک دیداری داشته باشه و در اونجا با تجارا دیداری داشته باشه. در ضمن کنفرانس ولادیواستوک کنفرانس تجارتی یا پرم تجارتی به خاطر بود که در اونجا رئیس سبی جمهوری روسیه، معاون رئیس سبی جمهوری چین، معاون رئیس سبی جمهوری مالزیا صحبتهایی داشتند که ما از صحبتهایشان مستفید شدیم و اتاق تجارت افغانستان در اونجا یک جایگاه مشخصی خوبی وی ای پی داشتند که تقریبا 16 یعنی جایگاه اتاق تجارت در 16 رتب بود که تقریبا این یک رتبی هستند که در تو کنفرانس هایی که 3000 نفر باشه 16 رتب برای اتاق تجارت یکی از رتب بسیار اساسی و خوب و به اصطلاح احترامی امی و این جایگاه با عزت افغانستان جایگاه با عزت سکتور خصوصی افغانستان در جهان هستند. یعنی این به معنی هستند که سکتور خصوصی افغانستان در تمام دنیا هر جایی که در بسیار یک معاملات نیک برخوردار هستند، چی اگر شما در امارات پرسان کنین، چی اگر در روسیه تجارت کردن، در هر جایی که کدن بسیار تجارت با منوال ملی و بالملی را اهدا کدن. به لحاظ این جایگاه اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان که 90 سال سابقه داشتن، به لحاظ یک جایگاه با عزت بودن. درست. بعد دیگه چی آوردید از اونجا؟ ما کوشش میکنیم که از این طریق هم صادرات داشته باشیم، چون شما میفهمین که ما بعض وقت مشکلات متعددی با بعضی همسایه ها داشتیم. ما مجبور و مکلف هستیم که پرورده های زراعتی خود، پرورده های معدنی خود، بله، و تولیدات داخلی ما که در افغانستان فعلا رونق یافته تا به کشورهای جهان کنکت کنیم. لحاظ از این طریق که ما جلغوزه را امسال اگه صادرات می داشتیم، چون ما از طریق عوام آمادگی هایی داریم، آمادگی هایی کامل گرفته شده و از طریق زمین هم ما می تانیم که از طریق ولادیواستوک ما بتانیم جلغوزه خود به چین به بسیار ساده و آسان و به هزینه کمتر ما برسانیم. بسیار عالی. لحاظ به این خاطر ما به اینمی دستاورد ما بودن که ما چه رقم بتانیم که از طریق روسیه یا ولادیواستوک به چین و به ژاپن تجارت ما صورت بگیره. درست. و سفری که به چین هم داشتید مرتبط با همین موضوعات بله. بود؟ چین چندو یکی از ایالت هایی که تقریبا در حدود 90 میلیون نفوس داره و این یک شهر تجارتی بسیار بزرگ کشور چین هستند که در اونجا پاپریکاجات المونیم بسیار بزرگ داره، پاپریکاجات سامان آلات برق و دستگاه های برق بسیار بخش وجود داره و در اینجا افغانستان به یکی از سخنران های بسیار خوب در پنل داشتن و اونجا سخنرانی داشتن. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و سخنرانی به این بودن که دو سخنرانی چی گفته شد از طرف افغانستان؟ از طرف افغانستان تجارت با تمام دنیا با اصول ملی و بین‌المللی. درست. گفته شده که افغانستان 42 سال جنگ پشت سر گذاشته و فعلا در افغانستان امنیت تام تامین است، کرپشن به صفر رسیده و کشت کوکنار صفر شده. لحاظ افغانستان بستر مناسب برای سرمایه گذاری های چینی هستند.
و ما خواهش کردیم یکی دیگه که از ما میدونی تقریبا در 6 اکتبر که شما هم در اونجا مهمان ما خواهد باشین رسانه شما. در 6 اکتبر ما نمایشگاه بسیار بزرگ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که 30 نمایشگاه ملی و بین المللی اقتصادی منطقوی به نظر میره که در افغانستان در شهر کابل قلب پرتپش مردم افغانستان در اینجا دایر میشه و انشاءالله دعوت شدن سرمایه گذارهای چینی و همه دوستا دعوت شدن. درست. و شما اخیرا از سفیر ژاپن هم میزبانی داشتین، جزئیات او چه است؟ واقعیت اصلا اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان وظیفه داره. ما با سفیر محترم ترکیه، سفیر محترم قطر، سفیر محترم نماینده سفیر محترم امارات، نماینده سفاره هند، نماینده سفارت پاکستان و نماینده سفیر محترم ژاپن ما دیدارهای داشتیم. دیدارهای ما مختص به این بودن که ما اتاقای تجارتی از وار دعوت کنیم به نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که در اینجا دعوت شود و در اینجا ما بی تو بی کنفرانس ها داشته باشیم و ما اظهار سپاس و امتنان میکنیم که تجارای ازا برای ما لبیک گفته. ما انتظاری تجارای کشورهای منطقه که در این کشورها ما از تمام کشورهای منطقه از ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان، هند، از همه کشورها دعوت به عمل آمده تا در این نمایشگاه بین‌المللی و ملی افغانستان شرکت کنه و از اپورتونیتی یا به اصطلاح فرصت هایی که در افغانستان هستن از این فرصت ها باید مردم به اصطلاح فرصت باید استفاده بکنه، چون درست. منطقه هستن و ما میتونیم که فرصت ها برشان آمده هستن و افغانستان وقتی امر هستن که خود امی زخایری که خدا دوندادی برشان داده از او باید ما میتونیم که با کمک امی منطقه ما بتونیم استخراج از او را آغاز بکنیم. درست. شما اشاره کردید که بعضی از این کشورها و تجارش لبیک گفتن به درخواستای با. کلن از سفرهایی که شما داشتید و از دیدارها و میزبانه هایی که داشتید تا سفیر ژاپن، نگاه تجار و شرکت ها و سرمایه گذارها و دولت ها به افغانستان و زمینه تجارتی افغانستان کلن مثبت بوده و چه فرصت های وجود داره؟ وقتا ما تقریبا 3 هفته پیش امرای سفیر امریکا در امارات ملاقات داشتیم. خودی از وا گفتن که تقریبا در حدود وقتی که کنفرانس 32 بودن در اونجا به این قناعت کردن که تقریبا در حدود کشورهایی که در اونجا بودن 25 کشور یا 26 کشور گفتن که وضعیت فعلی افغانستان قناعت کننده گفتن و خود سفیر محترم ژاپنم وضعیت افغانستان از سالهای قبل به این طرف قانع کننده گفتن و گفت که امنیت خیلی خوب شده. یعنی خود از سفیر صاحبی ترکیه ما اظهار سپاس و امتنان خاص میکنیم که همیشه با افغانها یک رویه خاص داشته باشه و خصوصا با سکتور خصوصی و افغانستان همیشه همکار بودن. کنفرانسی که پارسال جناب محترم اجمله صاحب در ترکیه تشریف بودن، بعد از او با ترکیه مناسبات ما خیلی خوب شده و تجارا رفت و آمد و اند روان داره. چند پیش شما دیدین که معاون اسبق رئیس جمهوری اندونزیا تشریف آورده بودن. بله. یکی از تجارای بسیار بلندی که اتاق تجارت میزبانی از واره داشتن و ما کوشش اتاق تجارت به این هستن که ما چه رقم وضعیت فعلی افغانستان به مردم نشان بدین که شما بیاین از بامیان دیدن کنین، بیاین از تخار دیدن کنین، بیاین از قندهار دیدن کنین، بیاین از هرات باستان دیدن کنین، بیاین از پکتیا دیدن کنین که امنیت همگی تامین است. ما میخواهیم که افغانستان از طریق سرمایه گذاری داخلی و خارجی با حفظ منافع ملی اقتصادی افغانستان به پیش ببرد. بسیار عالی. و شما یک اشاره در آغاز صحبتاتان داشتید و یک سری چالش ها از جمله منجمد بودن پول های افغانستان و وضعیت بانک های افغانستان و در اخیر هم اشاره کردید که دیداری در امارات با سفیر یا دیپلماتی از آمریکا داشتید. اولی که همین پول های منجمد شده ای ما چه تاثیرات منفی بر وضعیت تجارت ما داشته، بعد در صحبت های شما چقدر امیدواری وجود داره؟ طوری که برای شما معلوم است ملاقات های ما همیشه بینمی استوار هستند که ما به مردم حالت فعلی افغانستان را باید تشریح کنیم و مردم باید در افغانستان علیه افغانستان تبلیغات منفی زیاد صورت میگیره. وقتی که ما به یک سرمایه گذار یک
کادر سکتور خصوصی یا به اصطلاح یکی از اعضای سکتور خصوصی ما با مردم اطمینان میتیم، مردم خاطر جنجم میشه که یعنی ما سکتور خصوصی هستیم، ما یک نهاد ملی و بین المللی هستیم، یعنی به حکومت مرتبط نیستیم، اتاق تجارت یک مستقل هستن، ولی دیدگاه کلگی مردم برای افغانستان مستبد است. چند پیش رئیس اتاق تجارت مشترک افغان امریکات خالد جیپ آمده بودن، در سرینا مجلس داشتیم، او هم به این قناعت بود که افغانستان یعنی جای خوب برای سرمایه گذاری هستن، ولی ما میخوایم جدا که ما مخالفت داریم، ما با کمپاننس هایی که داخلی در خارج کشور افغانستان جور میشه بازو مخالفت داریم، باید تمام اگر ایپسی هستن بانک جهانی باید در اینجا باید ملاقات ها جور کنه، اگر میتینگ های ای سی جی باید در افغانستان جور شوه، افغانستان پیلا امنیت هستند و ما مردم به اصطلاح به خوش میشیم که هر تصمیم تجارتی و چیزی که گرفته میشه باید در افغانستان صورت بگیره. به ادامه صحبتاتان برخواهیم گشت. بیننده های عزیز، میان برنامه کوتاه داریم، همچنان بیننده آماج باقی بمانید، برخواهیم گشت. سلام دوباره، همچنان بیننده آماج هستید و آقای مهمند ادامه بحثتان را داشته باشید و بیایید با توجه به وضعیت صادرات و واردات افغانستان و اینکه همواره تجار و آگاهان اقتصادی از وابستگی ما به کشورهای همسایه از جمله پاکستان گلایه کردن هم اشاره داشته باشید که رابطه اقتصادی تجارتی ما با پاکستان چطور است این اواخر و اتاق تجارت و سرمایه گذاری چه پلان و برنامه هایی داره؟ ببینید دو چیز هستن که هر کس با مملکت خود کار میکنه ولی هیچ کس به تنهایی نمیتونه در منطقه. ما و شما یکی از دنیا پیلن به گلوبال ویلیج یا قریه مبدل شده، قریه جهانی هستن. ما و شما در افغانستان که زندگی میکنیم مجبور هستیم هم با جهان تعامل داشته باشیم، با حفظ منافع ملی افغانستان و با کشورهای منطقه، وقتی که منافع اقتصادی ما در نظر باید با حفظ منافع اقتصادی ملی ما باید با کشورها یک تعاملی داشته باشیم. ولی متاسفانه همسایه‌ای که نامش شما گرفتین نتانستن که امی حفظ منافع ملی خود و از ما را در حفظ داشته باشد. به خاطر پار سال تقریبا شما خبر بدین که تقریبا در حدود 4000 کانتینر ما در کراچی استاد شدن و تاجرای افغانستان تورخم تشریف بردین با خاطرش. بله. تاجرای افغانستان تقریبا در حدود به میلیون ها دلار دوند دیمرچ و دیدنشن دارد. دیمرچ مالیه است که گمرکات پاکستان میگره، دیدنشن ما تکس و جریمه ای هستند که سری کانتینری که ما مال میاریم پس و کانتینر خالی میشه میره سری و کانتینر میره. درست. لحاظا در یک روز تصمیم گرفته شد و مالیات بلند شدن سری ترانزیت یا همه چیزا یا بند شدن که باز ما رفتیم تقریبا دوده به سرپرستی که کلان ما ایحت جناب آقای نوردین عزیزی وزیر صاحب محترم صنعت تجارت بودن، ما اونجا رفتیم کانتینرها خلاص شدن. درست. ولی امیالم تقریبا سر میوه تازه افغانستان به مراتب تکسی کستوم پاکستان به حد بلند رفته که توانی بردن بازی چیزا رو ما نداریم که اونجا ببریم. دلایلش سیاسی هست. دلایلش به هر دلیلی که برده، اگر ما میخواییم که در منطقه پاکستان و ما زندگی بکنیم باید یکی به دیگه تعامل و بنابی ملی اقتصادی و به مردم یکی دیگه باید احترام داشته باشیم. درست. وقتی که ما میوی خودت میخورم تو مجبور هستی میوی ما رو بخوریم. بله. وقتی که ما میوی تو رو ارزان حساب میکنیم در تمام دنیا تعامل سر میوجات هیچ تکس نیستن، به این خاطر که میوه حاصلی عرق دهقان غریبکاری که در افغانستان ما برات حساب کنیم، بر یک دهقانی که دو جریب زمین داشته باشه یک شم صاحب زمین باشه برای از او سالانه که خوب حاصل بده 1500 دلار میرسه، یعنی ایره به خراب شدن است. نوبلی هازه پیلن وضعیت با پاکستان ما عظمی وضعیتی که پیلن داریم، واقعا که ما ملاقات های متعددی داشتیم با سفیر محترم پاکستان، با آتشه تجارتیشن موضوع را برشان تشریح کردیم، دو ماه پیش گفت شما باشین ولی ما میفهمیم، برای ما موضوع را طوری مطرح کرده که موسم ما ختم شد بعد از اون از ما گپ بزنید، بعد از اون گپ مفادی نداره که وقتی موسم تارک موسم ما نباشه برای ما مفادی نداره. ما هم از زعمای پاکستان هم چیزایی که در وزارت های سکتوری هستن باید با حفظ منافع ملی اقتصادی افغانستان و حفظ منافع ملی خودشان، ترانزیت ما تقریبا در حدودی در پاکستان در حدودی تقریبا 70%
کاهش یافته. درست. ترانزیت 70 پیشت که به دیگر کشور هر دو کشور بوده. به زیان هر دو کشور هستند. ما بتونیم به زیان پاکستان از ما که بیشتر هستند. ترانسپورتش بیکار میمانه. روزانه به هزارها به صدها کانتینر میامدن. ما به تجارت بین خودیش بسیار اعتقاد داریم. چون مردم ما میره در پاکستان باغا را میگیره. مردم پاکستان میره اینجا باغا را میگیره. درست. این یک توان رساندن کستی و عمدی برای دهقانای ارده کشور است. درست. و حالا بحث بدیل ها که مطرح میشه با توجه به این که ما رابطه اقتصادی و تعاملات تجارتی مان با آسیای مرکزی از جمله ازبکستان و ترکمنستان و قزاقستان که شما در آغاز هم اشاراتی داشتید گسترده شده، فکر میکنید پاکستان به این دلایل است که در فرایند تعاملات تجارتی با ما مشکل ایجاد میکنه؟ نه، ما فکر میکنم که هر وقتی که باز وقت اندکترین سیاسی مشکلات میره اقتصاد یا پیشار میته، ولی ما برات بگویم که مردم افغانستان، سکتور خصوصی افغانستان تصمیم کامل گرفته که ما راهای بدیل انتخاب میکنیم و از هر طریقی ممکنه که باشه ما میتونیم که برای پرورده های خود، برای میوجات خود راهای بدیل پیدا کنیم. ما فعلا از راه چابهار میتونیم، بسیار کانتینرهای ما به هند و بندر نواشیوان میره با قیمت بسیار خوب میره، ولی ما نمیخوایم که در منطقه یک شریک استراتژیک خود باید از دست بتیم. درست. و ما متقابلا از شریک اقتصادی همسایه خود که 2600 کیلومتر سرحد داریم امرایشان یک پرهنگای مشترک داریم، اجتماعی اقتصادی همه چیز داریم، نمیخوایم که باید از دست بتیم. ما باید به دیالوگ خود ادامه بدیم و چه رقم بتونیم با همسایه های خود تعامل داشته باشیم تا هم به نفع ما باشه هم به نفع از ما. پیشنهاد دادیم به جناب وزیر صاحب محترم تجارت که او را با وزیر صاحب محترم تجارت مشوره کردیم. ما یک چیز هستن که به نام پی تی ای قرارداد است که چند کلمه باید دوا ماپ کنه، چند کلمه باید ما ماپ کنه. به طور مثال ما هم نداریم اما باید ما مسئول نگیریم. انگور یا نداره، انگور باید یا مسئول نگیره. نو لحاظ انار یا نداره، باید از انار سر انار مسئول ما باشه. شش قلم یا هفت قلم مال هستن. این قدر نه راکت ساینس است که ما بگوییم که این کار نمیشه، این کار امکان نداره، ولی وقتی که کار یک کسی نمیکنه نمیتونی که سر از جز بکنی. یعنی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، جمع وزارت محترم تجارت بینمی کارا مصروف هستند. درست. و راه حل چی است؟ این که ما از فشارهای اقتصادی هم خلاص شویم اما این شریک ترانزیتی ما هم از دست ندیم. حالا مسائل پروژه های بزرگ هم چون تاپیره که شهرست این روزها ما داریم که در کنارش مسائلی هم داره از جمله راه آهن و بالاخره این که پاکستان هم خودش جزئی از این پروژه است و اینا میتونه به این که همزمان رابطه ما با پاکستان بهبود پیدا بکنه و همزمان ما بتونیم بدیل ها مثل چابهار که شما اشاره کردین و آسیای مرکزی را داشته باشیم. بله، دو چیزی که بسیار مهم، شما پروژه بزرگی که تاپی را من به مردم افغانستان تبریک میگم. واقعاً آغاز تاپی وقتی که جناب رئیس وزرا صحبت های همه جانبه را در اونجا چیز کردن بسیار بنب مردم افغانستان سمیل. اگه شما بگوین در هرات تقریبا سر اقتصاد مردم هرات یک تاثیر مثبت رو نما، حتی در روزهای نخست، در روزهای نخستش است که تقریبا اونجا اگه ما بگوییم که مردم زمینات تقریبا در حدود 10 یا 20% بالا رفته. پروژه های بزرگ تاپی هستن. افغانستان کار خود ما بدیل راه داریم. ما برات بگیم افغانستان یعنی تجارت به این معنا ما داریم که ما میخوایم که تمام راه های ما باز باشه. افغانستان مهمان ترانزیت تقریبا در حدود 1 میلیون تن ازبکستان بود که به پاکستان رفته. درست. از متقابلا از پاکستان به ازبکستان بود که رفته، یعنی آسیای مرکزی و جنوبی. تا حال به ترانزیت یک کانتینر یک سوزن هم مشکل واقع نشده. درست. ما هم متقابلا از همسایه های خود خواهش داریم که ترانزیت افغانستان احترام بگذاره، قانون های بین المللی را احترام بگذاره. شما در چین هم بین اشاره کردید قرارنهایی که بین خودی ما هستن باید مشوره کنه، ولی در این صدد هم هستیم که ما یک راه های با دیگه همسایه های هم مثل چین واریم. ما میخواییم که ارتباطات مستقیم تامین کنیم. درست. در چین هم شما همه اشارات داشتین که رابطه بین آسیای مرکزی و جنوب آسیا و همزمان بین شرق و غرب افغانستان یک وضع آرمانی است. چگونه میشه استراتژی منظمی هست، برنامه منظمی هم از طرف وزارت صنعت و تجارت و هم از طرف اتاق با عنوان بازوی تجارت افغانستان؟ ما دو چیز براتون میگیم درباره راه های بدیل و سوالی که شما کردین. بله. ببینید ما از کابل، مرکز کابل، از همین دی افغانان که مرکز کابل است،
تا کاشغر ما 1820 کیلومتر را داریم. درست. 1820 کیلومتر. از چیز از بندر چیز از اسلام کالا تا چیز تا بندر کاشغر ما 1820 کیلومتر داریم. از کابل تا کاشغر تقریبا دو حدود 900 کیلومتر است که بدخشان است تقریبا 700 کیلومتر. بعد از او تقریبا کرا خار بس انمی قدر را یعنی از اسلام کالا تا چیز ما 1820 کیلومتر داریم. ما یک پیکر یک ویژن کنان داریم که چه رقم بتانیم چین با شرق وصل کنیم، چین با غرب وصل کنیم. در اینجا تقریبا 40 ملک از این مفاد میگیره. ما یک کتابی که بسیار مهم است به خاطر واخوان کریدور ما تمام حضور مطالعه کردیم، تقریبا 2000 صفحه هستن و فعلا دمو مشهور هستیم که مصروف هستیم که مطالعه کنیم. یعنی ما میتونیم که بدیلی داشته باشیم ولی نمیخوایم که هیچ وقت افغانستان به هیچ همسایه‌اش صدمه برسد، صدمه تجارتی، و متقابلا ارزو داریم که به افغانستان هم کس صدمه. یعنی افغانستان پتانسیل و اپورتونیتی های بسیار بزرگ داره. درست. یعنی این امیره که شما بگین اگر ترین جور شوه از واخان از واخان تا ایران و تا آسیای جنوبی، میتونی افغانستان به یک کنکتینگ جهانی مبدل میشه. درست. از منطقوی میبره به جهانی مبدل میشه. و لحاظا ما به این اشارات کردیم از تجارای بزرگی کشورهای جهانی متشکرن که بیا با وزرای کلیدی که درباره راه و راهان صحبت میکنه که باید صحبت شود تا این راه را چه رقم بتونیم ماجور کنیم. ما من حیث یک مملکت آزاد و مستقل و اقتصادی میتونیم که باشین یک از یک کریدور زمینی هم باید داشته باشیم. چرا ما جلغوزه تا عبد واخان ما چرا از دهلیز واخان ما چرا بتونیم که تا حال ما باید چرا یک کیلو جلغوزه را به $3 به چین ببریم؟ سر یک کانتینر $60,000 می آمد پارسال. امسال سری از طریق زمین اگر کس میتونه که ببره $6,000 می آید از طریق ازبکستان. درست. ولی نو لحاظا مجبور به ایسن که ما باید محاسباتی اقتصادی قوی داشته باشیم و محاسباتی اقتصادی منطقوی و جهانی را داشته باشیم که جهان چی میکنه. ما سفرهای ما هم به روسیه هم به چین هم دیدار با سفیر محترم ژاپن و دیگر سفرهایی که ما میکنیم، ما افغانستان برشترزه که افغانستان سکتور خصوصیش فعال است و با یک محرک اقتصادی افغانستان کار میکنه و تا بتنه به مردم افغانستان مصدر خدمت شد. به مردم افغانستان هم انشاءالله اطمینان میتیم که سکتور خصوصیت شما بیکار ننشسته و انشاءالله کارشان هستن و انشاءالله کوشش میکنیم که درباره به مردم باید کار پیدا شد. یک چیزی که همیشه برای ما رنج میده کادرای افغانستان که از افغانستان رفته، ما میتونیم که پس کادرای افغانستان در افغانستان به در اینجا کار برش پیدا شوه. در هر جایی که شما بپیچیم که تا پروژه تاپی برای افغانستان زیاد کار پیدا میشه و مردم زیاد چون زیاتر پاپریکات با گاز درست. چیز میشه گاز دارد هستن. پروژه کشتی پاک یکیش پروژه کلان زراعتی و به اصطلاح ماهیگری و همه چیزا در اونجا امکان داره که جورش یعنی ماهی که در آبی دریا تو تربیه کنی و در آبی دیگه تربیه کنی بسیار زیاد فرق در نوبلی هازا. ما برات میگم که افغانستان اپورتونیتی های بسیار زیاد داره و شیخ صاحب معظم هدایتش امی هستن که باید تجارا چند تجار باید یک جای شوه تا بتنه که مثلا یک کنسرسیوم ها و شرکت های کلان با یک جای جور کنه، چون نمیتونه یک تجار 300 میلیون یا 200 میلیون سرمایه گذاری کنه. اگر ما یک پروژه برق بخریم ما باید 50 تجار 100 تاجر باید یک جای شویم. بانک باید کمک کنه تا ما بتونیم پروژه کلان نه انجام بدیم. قطعا همان گونه که شعار اتاق شما این هست که آواز رسای سکتور خصوصی، قطعا سکتور خصوصی هم آواز ما را از این برنامه میشنوه. اما یک چند صحبت کوتاهی برای مردم افغانستان، برای مردم عام هم داشته باشید، برای کارگرا که پروژه های مثل قوشتیپه و تاپی و تاپ و پروژه هایی که در کنارش هستند چگونه زمینه کاریابی و اشتغال را برای مردم فراهم می کنند؟ بزر به تست یه شای اویم در مخه در دره کال در مخه پا افغانستان که در سیخ و دره یه چلور پاپریکه وی سیخ به سلاب هنگاردار را براتان می کنم. فهمید. چار یا پنج پاپریکه بودن نمیتونستیم که ما جلوی قاچاق آهن کونه را بگیریم به کشورهای دیگه. درست. ما یک آهن کونه را به $200 روان میکنیم، از اون طرف برای ما به $1400 پس میآمد. درست. پلن افغانستان نرخ خود به خاطر حمایت پاپریکاجات زوب آهن افغانستان نرخ سیخ در افغانستان $700 است با کوالیتی بسیار خوب، با ظرفیت خوب، با قیمت خوب، با کیفیت خوب و صادر هم میشه. صادر هم میشه ولی خب متاسفانه
اگه ما به ازبکستان سیخ بخوایم که صادر کنیم نمیتونیم، چون ازبکستان خودش سیخ داره. ما همی 85% که ما به اصطلاح تکاپوی مردم افغانستان بکنیم، این هم زیاد بسیار است. مثلا گوشت مرغ تقریبا 3 سال پیش 280 میلیون دلار ما گوشت مرغ وارد میکردیم ولی فعلا در افغانستان تکاپوی مردم افغانستان پرا شده و تقریبا امسال که ما دادیم 6 لک 7 لک دلار وارد شده بود و هم به طور بسیار تخم مرغ. همین امروز ما در طور پیده کمیتی طرفه ما سر تخم مرغ صحبت میکردیم. تخم مرغ یا د چرګان او هګۍ باندې نن ډیره ښه پیسې لا وسوله. هغه وسوله چې موږ خپلې هګۍ موږ تکاپو کولی سي. پاپریکاداران ما مرغدارای ما آمدن که ما تکاپو را قدم میتنیم. بسیار یک تصمیم بسیار خوبی گرفته شدن تا ما بتونیم از تخمای وطنی تازه خود استفاده بکنیم. تشکر درانو لیدونکو، لنده وقفه لرو بیرته راګرځو. سلام دوباره جناب آقای مهمند، ما در مورد همسایه ها صحبت کردیم، در مورد پاکستان هم صحبت کردیم. همسایه کناری ما که بندر چابهار هم یکی از بسترهای مشترک ما و اونها هست از یاد ما نره و ایران. حالا اخیراً هم ما دیدیم که یک نماینده از یکی از شرکت هایی به نام داروپخش ایران را شما میزبانی کردین، ولی در کنار از این چه موارد دیگه در مورد ایران وجود داره در تجارت؟ وقتی که ما نام ایران رو میگیریم، ما هم با ایران مشترکات خیلی زیاد داریم، هم فرهنگ هم زبان هم دین هستیم، ولی بعض وقت تقاطعی میرسیم که یا هم بنابی ملی مردم یا سکتور خصوصی ایران به منابی ملی خود ایران بسیار پابند هستند. به طور مثال ما نمیتونیم که بعض پرورده های خود به ایران صادر کنیم. چرا؟ او چرایش اینقدر یک کاغذات میخه که در حدود خب شما در مورد ما میم سر در مورد ازبکستان فرمودین که بله. چون سیخ دارن بله. اما اینا ما خب. در همسایه ها کلگی برتان میم درست. ایران یکی همسایه های ماست که ما تقریبا در حدود 2.5 میلیارد شاید دلار واردات داشته باشیم و در حدود 15 میلیون الی 16 میلیون دلار ما به صادرات داشته باشیم. درست. بسیار متفاوت و بسیار بزرگی است که همیشه یک گلایه ما هستند. ولی در مقابل که اونجا تقریبا در حدود تاجرای ما هستن که اونجا کار میکنه چیز میکنه خیلی زیاد در ایران تاجرها زیاد هستن و دمی علی تاجرها زیادترش کوشش میکنه که در افغانستان برای سرمایه گذاری بعضی چیزایی که ما از ایران زیاد واردات داریم ارزو داره که در افغانستان به خاطر سرمایه گذاری بیاره، ولی ارزوی ما اینمی هستن که با حفظ توجه به افغانستان که تقریبا 42 سال جنگ پشت سر گذاشته، سر تارپی افغانستان، سر صادرات افغانستان که به ایران میروه، دوباره تارپی باید کاهش تارپا باید وجود داشته باشه، چون هند با ما امتو یک تعامل داره که به افغانستان یک تارپی ترجیح خاص داده. درست. خاص داده. پاکستان هم در بعض موارد داده بودن ولی حالی خیلی بلند کرده. با ترکمنستان یک مناسبات خیلی بسیار خوب داریم، صادرات و واردات داریم، تیل از اونجا ما وارد میکنیم. با تاجیکستان هم مناسبات تقریبا از 3 سال به این قدر بسیار خوب شده. ازبکستان یکی از شرکای بسیار قوی منطقوی ما و شما هستن. اما با ایران نداریم. با ایران واردات داریم ولی بعض وقت با ایران به این خاطر میوه ما صادر کرده نمیتونیم که ما تفاوت موسمی نداریم. اگه اونجا شفتالو پخته میشه اینجا پخته میشه. درست. نو به این لحاظ ما با جنوب آسیا که ما تفاوت موسمی داریم، لحاظا تمام میوجات ما با جنوب آسیا به این خاطر میره. با هند تفاوت موسمی داریم، با پاکستان تفاوت موسمی داریم، با بنگلادش تفاوت موسمی داریم، با سریلانکا تفاوت موسمی داریم، با مالدیو تفاوت موسمی داریم، با بوتان تفاوت موسمی داریم. این یک تفاوت موسمی است. لحاظا ما نمیتونیم که صادر اولی میوه خشک و دایی چیزا برای ما باید تارپی ترجیحی رو میتونه، چون خریداری میوه خشک افغانستان در ایران خیلی زیادتر هستن. ولی ما هم خواهی نخواهی همیشه ما به این میرسیم که ما چی رقم بتونیم ارمرای هر کشوری که ما معامله میکنیم بیلانس صادرات و واردات ما باید در نظر بگیریم. درست. و بحث این که درست است امارت اسلامی سیاست خارجیش را اقتصاد محور اعلان کرده و شما هم رضایت های از امارت و از وزارت صنعت و تجارت و وزارت خارجه داشتید، اما
سیاست و دیپلماسی دقیقاً یکی از بازوهای محکم تجارت و صنعت و اقتصاد و ترانزیت هست. بید یک نگاه داشته باشیم به بحث رسمیت افغانستان و آنچه که از نظر بعضی از کارشناسا انزوای سیاسی افغانستان قلمداد میشه. طی این 3 سال و اندی این که به رسمیت نشناختن ماره ولی با نزدیک 40 کشور تعاملات اقتصادی داشتیم چقدر پیشرفت بوده و چطور میتونیم با استفاده از فرصتهای تجارتی من جایگاه بین المللی من را دوباره تقویت کنیم؟ من فکر میکنم که طور که شما میشاره که ایزه پس 40 یا 50 با تمام دنیا خوما میگم تعاملات تجارتی هستن. درست. ولی رسمیت شناختن که نیستن. ما تعاملات تجارتی داریم، تعاملات ویزه داریم، امیال چین ویزه میته، ترکیه میته، هند میته، پاکستان میته، ازبکستان ویزه میته. دیپلماتیک هم هستن با ایتاکا. او موضوع را میمانیم سیاست برای مقام محترم وزارت خارجه و معاونیت سیاسی ریاست الوزراء. درست. رو ترانزیت تجارت اثر نمیگذاره؟ چرا نمی؟ ولی ما فعلا قرارداد تجارتی را برای ازبکستان امضا کردیم، مشکلی نداشتیم. با دیگه کشورها هم تعاملات تجارتی داریم، میریم به امارات، میریم پس میایم به همه جای میریم. ولی مشکلی که هستن از دنیا هم ما توقع داریم. بله. که باید حکومت افغانستان، پیلی افغانستان را باید به رسمیت شناخته شود و تعاملات باید از یک دزد با افغانستان صورت بگیرد. بله. افغانستان ما فکر میکنم که فعلا شرایط که دیروز وزیر صاحب محترم خارجه گفتن که تمام به اصطلاح پرستیجایی که جهانی هستن پره کده، امنیت هست و کرپشن نیست و در برابر کوکنار خیلی جدی عمل میشه. این بسیار یکی از همو پوینت های بسیار مهم هستن. ولی ما هم میخواییم که هم امارات اسلامی افغانستان و هم جهان باید تعامل داشته باشه. ما میتونیم که تعامل هم با جهان داشته و جهان هم با ما باید تعامل داشته باشه. درست. یک نکته ای که شما در میان صحبتاتون اشاره کردین و در آغاز در مورد سرمایه گذاران هم خارجی بود ولی هم سرمایه گذاران افغانی که در بیرون سرمایه گذاری میکنن. بله. حالا ما دیدیم که امارات اسلامی پیوسته تاکید کرده و فرا خوانده. هفته گذشته ما دیدیم که شیخ بتالله اخوندزاده رهبر امارات اسلامی در سفرش به ولایت‌های شمالی از افغان‌های خارج فرا خواند که بیاین به کشور. دیروز ما دیدیم که معاون اداری ریاست الوزراء مولوی سید عبدالسلام حنفی از افغان‌های خارج خواست که به کشور برگردند و در توصیه کمک بکنن. اول شما که رفت آمد دارید، این افغانایی که در بیرون سرمایه گذاری میکنن و حضور دارن چه کار میکنن و چرا بر نمیگردن؟ دوم چه باید کنن تا بر بگردن سرمایه گذاری کنن؟ زیادتر وقت که ما با افغانا صحبت میکنم کدام دلیلی مؤجر برای ما نگفته. ولی تمیالیم تقریبا ما برد بگویم پار سالم پاپریکا داران آمده که یک بلگیشن تقریبا در پاپریکا را آورده، اینجا پس از پاکستان بود پاپریکا را آورده، پس همین نشتال کده کاروبارش خیلی خوب هستن، امرایش سهولت های زیاد صورت گرفته. ولی ما میخوایم که افغان ها افغانستان که خود افغان ها جور نکنه دیگه کس جور نمیکنه، ایره برد اطمینان داشته. پیام شما به اونا همیست؟ پیام ما به تمام تجاران و متشبسینی که در خارج از کشور زندگی میکنه، در صورتی که تمایل به افغانستان داشته باشه، افغانستان برایشان آماده هستن، بیاید اینجا کاروبار خود شروع کنه، هیچ مشکل با هیچ کس نیستن. و انشالله ما کوشش خواهش کردیم که چه رقم باز هم جلب و جذب تجارای ما که در خارج است داشته باشیم و اینجا انشالله کاروبار شروع هستن. و ما میخوایم که یک تشکر خاص از اوی در دوستای ما که در خارج کار میکنه، در امارات کار میکنه، در دیگه کشورهای جهان کار و اینجا پامیل های خود را تقویه میکنه، چه در ایران است چه در خارج کشور است، مستقیم در ثبات افغانی را بسیار رول به سزای خود ادا کرده. من افتخار میکنم سر کل افغانایی که اونجا دستای خود ابله میکنه در خارج و اینجا پول روان میکنه، پامیل های خود تقویه میکنه. خیلی یعنی ما برات بگویم اگر شما خوست رو ببینین، دیگه پکتیا رو ببینین، پکتیکا رو ببینین، غزنی رو ببینین، کلگی دوستایی که در خارج هستن یا اونجا تاکسی میچلن یا کوپ تجارای کلان هستن، خیلی رول به سزای است در ثبات افغانی داشتن. درست. و ما از مردم افغانستان یک تشکر خاص بکنم که با استعمال شدنی با نوتای افغانی پول افغانی توانستن اینکه در مقابل دلار افغانی یک کرنسی با ثبات در جهان بدرخشد. بازم از مردم افغانستان، در افغانستان، در طول خلق و سخت، در زوره لکمی، در دیل هست خمانه نکن. درست. و بیم بی برسیم که اگر دقیق هم آمار دادید درست و اگر تخمینی هم دادید،
چه تعداد شرکت در قالب اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هستند زیر چترش و در این میان شرکت های خارجی هم هستند چقدر هستند و انتظاری که می رود چی هست؟ ما انتظاری را داشته باشیم که شرکت های زیاد، سرمایه گذاری زیادی هم داخلی و هم خارجی بتوانند در افغانستان سرمایه گذاری کنند و آینده چی هست؟ بسیار گپ خوب. اتاق تجارت تقریبا در حدود همه اتحادیه‌ای که شما میگونین مربوط به اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میشه. درست. مربوط به اتاق تجارت یعنی به ما در مجموع سکتور خصوصی میگم. سکتور خصوصی افغانستان متشکل از تجاران، از صنعتکاران، از کسبکاران کوچک و چیز، چون کسبکار کوچک میتونه یا تجار کوچک میتونه که یک وقت تاجر کلان شو، بلی هازم ثبتی که اتاق تجارت داره تقریبا در حدود تاجرای ما که امرای ما چیز اعضایش که از تمام اعضایش تقریبا 80,000 بخش سکتور خصوصی افغانستان هستند، شرکت های بزرگ و کلان، و 24,000 ما پیلن ممبر داریم در اتاق تجارت که همه ثبت دیتابیس اتاق تجارت هستند و کارت اتاقای تجارت داره. یهی یکی از مهمترین اتاقای تجارت افغانستان و یکی از مهمترین اتاقای تجارت منطقه به نظر میاد. ما تقریبا در حدود جمعیت 6,000 پاپریکا داریم، رو به خود که پایی میاریم. جمعیت ما در تولید کاغذ، در مطابع به خود که پایی رسیدیم. برای ما لازم نیست که ما از خارج کتابچه بیاریم. ما در برای پای به خود که پایی رسیدیم، ما لازم نیست که ما به خود که پایی. و یک چیزی که از مردم افغانستان توقع داریم، مثل که افغانی را رونق دادن، تولید خودم باید حق اولیت بده. ما باید چه رقم بتانیم تولید خود اولی از تولید کنندگان خواهش داریم که باید چیزی با کیفیت به مردم افغانستان و با قیمت مناسب به مردم افغانستان بده. درست. و حالا چه فرصت ها وجود داره و چی مشکلات و موانعی که اول ما برای رسیدن به همون جایگاه چهارراه اقتصادی منطقه شدنمان اول مشکلات و چالش ها را حل بکنیم که راه حل های حتما وجود داره، بعد فرصت هایی که هست را استفاده کنیم. ببینید، ما توقع داریم از دوستان بزرگوار ما امارت اسلامی افغانستان که چالش های مالیاتی را تقریبا هرچی با هدایت جناب علی قدر شیخ صاحب امیرالمومنین توجه خاص صورت گرفته، در مالیات کاهش یافته و مالیات آسان‌تر شد. بازم خواهش داریم که اخذ مالیات مالیاتی که از مهمترین عنصر پیشرفت مملکت هستند. اگر این هرچی ساده‌تر باشه، بازم هرچی باشه ساده‌تر باید شود و با وقت‌تر باید شود. اگر دایی برای یک توجه خاصی داشته باشه، چون کمیته مالیاتی جور شده و ما دو برای کوشش میکنیم و مردم افغانستان به تجاره افغانستان اطمینان بیتیم که تقریبا پیشنهاداتتان با وزارت مالیه صورت گرفته، وزارت مالیه سر از غور کرده، باز از غور برسی انشاءالله به دفتر مشرطابه رفته که شهر در واردات ما مالیه نقد داشته باشیم. این پیشنهادهای ما هستند که باید هرچی که در سیستم ما آسانی بیاریم و مقدر پیشرفت کار به وجود میاد. چالش ها وجود داره. ما با ویزی اروپا ما دو مشکل هستیم، با ویزی بعضی کشورها دو مشکل هستیم، چون 180-190 کشور هستند که ما باید اونجا کاروبار داریم، همه چیز داریم. لحاظا ارزو داریم که جامعه جهانی در اینجا باید به این برای باید توجه خاص صورت بگیره تا ما بتانیم با دنیا از یک قدم خوبتر وصل شویم، از اینترنت تیر شویم، از ویدیو کال تیر شویم و مستقیم وصل شویم با جهان. درست. و پیش بینی تان چی است از آینده وضعیت تجارت و صنعت و اقتصاد افغانستان؟ اینکه واقعا ما بر رویاهای بزرگمان در سطح منطقه دست خواهیم یافت؟ اگر تو پروژه بزرگی زیربنایی مثل تاپیو واری، مثل کانال کوشتیپا واری، مثل سرکای بزرگ واری، این جور میشه، ما فکر میکنیم که خواب ما و شما انشاءالله برستی تبدیل میشه. حمایت سکتور خصوصی، حمایت تولیدات داخلی، حمایت برآورده های زراعتی ما و شما میتونه که به کلای بلند اقتصادی جهانی و منطقه برسه. بسیار عالی. و جنبندی کوتاه داشته باشید، به آخر بحث رسیدیم. در چند کلام اول صحبت های آخرتان را به جامعه جهانی و سازمان ملل داشته باشید، بعد به تجار و سرمایه گذارا چی داخلی و خارجی، و بعد به مردم افغانستان و امارت اسلام. اول به جامعه جهانی ما
آرزو دارم که جامعه جهانی با افغانستان از این قدر هم تعاملات سیاسیشان بیشتر کنه تا حکومت افغانستان به طور مثال باید پولهای منجمد افغانستان باید آزاد شد. در ترانسفر بانکی که هست بعضی مشکلاتی که ما داریم که خارج میکنیم یا از اینجا به خارج میکنیم باید برای ما آسانی را بیاره. دومیش برای سکتور خصوصی افغانستان آرزو داریم که سکتور خصوصی افغانستان هر چیزی که تولید میکنه هر سرمایه گذاری میکنه بسیار با درایت کامل با بسیار با هوش و با ذکاوتی که داره باید توجه زیاد بکنه با که چی تولید میکنه و کدام تولیدات در افغانستان ضرورت است با کدام کیفیت با کدام ظرفیت باید دیره باید ما و شما باید تولید داشته و از مردم افغانستان آرزو داریم که مردم افغانستان با منافع ملی اقتصادی خود که همیشه احترام گذاشته از یک قدم بیشتر بکنه و در تولیدات افغانستان باید از وطنی باید ما استفاده بکنیم از پرورده های وطنی باید استفاده بکنیم تا چه رقم بتانیم اقتصاد نو افغانستان به پیشرفت نائل کنیم. خیلی سپاسگزار از حضورتان جناب آقای محمد یونس محمد معاون اول و سرپرست ریاست اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از حضورتان در برنامه و ممنون شما بیننده‌های عزیز که پای این برنامه آماج نشستید. تا دیدار هفته آینده خدا نگهدار.